متحدان ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در اقدامی غیرمنتظره حزب او را به علت آنچه نگرانی از حاکمیت قانون و حملات این حزب علیه رهبران اتحادیه اروپا می‌خوانند از اتحاد احزاب موسوم به راست میانه کنار گذاشتند. این اقدام در پی حمایت آمریکا از رسانه‌های آزاد و گروه‌های حقوق مدنی در مجارستان صورت گرفته است که می‌گویند مورد حملات دولت آن کشور قرار دارند. آقای اوربان این انتقادها را انکار کرده است و امیدوار است انتخابات پارلمان اروپایی در ماه مه سال جاری به تغییر روابط نیروها در این اتحادیه منجر شود. گزارش هنری ریجول از صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتری است. در هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت‌های انتخاباتی به شدت مجارستان نیست. تبلیغات انتخاباتی در مجارستان عمیقاً شخصی و احساساتی است. دولت ویکتور اوربان مقام‌های اروپایی را متهم کرده است که مردم مجارستان را به زور مجبور به مهاجرت می‌کنند. متحدان اروپایی آقای اوربان در واکنش عضویت حزب فیتس را از اتحاد قدرتمند موسوم به حزب مردم اروپا به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی ویکتور اوربان به صدای آمریکا گفت دولت مجارستان سیاست خود را تغییر نخواهد داد. موضوع اصول بنیادین است. موضوع مهاجرت و دفاع از ارزش‌های مسیحی اروپایی است. ما مصالحه نخواهیم کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته از بوداپست دیدن کرد. او قبل از ملاقاتش با آقای اوربان با چند سازمان غیردولتی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی گفتگو کرد. استفانیا کاپرونوزای یکی از رهبران این اتحادیه گفتگوهای آقای پامپئو با سازمان‌های غیردولتی در مجارستان را نمادین و پیامی برای دموکراسی توصیف کرده است. وزارت خارجه آمریکا متحد شده از سازمان‌های غیردولتی در مجارستان حمایت کند. تصمیمی که برای دولت مجارستان ناخوشایند بوده است. ما نمی‌خواهیم برای مردم و کشورهای دیگر موعظه کنیم که عملاً چگونه رفتار کنند. همین انتظار را از دیگران داریم. سازمان‌های غیردولتی مجاز به دخالت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیستند. هرگز چنین مسئولیتی به آنها داده نشده است و هیچ گونه اختیارات دموکراتیکی به آنها برای آن داده نشده است. استفانیا کاپرونوزای میگوید با هر گونه انتقادی از سیاست‌های دولتی به شدت برخورد می‌شود. دولت مجارستان به نحوی سازمان یافته حکومت قانون را زیر پا می‌گذارد و نهادهای مستقل را سرکوب می‌کند. سیستم تفکیک قوا و نظارت در سازمان‌های دولتی در مجارستان اساساً وجود ندارد. هر کس که نارضایتی داشته باشد و جرأت انتقاد از دولت را پیدا کند با حملات از سوی رسانه‌ها و اظهارات رسمی از سوی مقامات روبرو می‌شود. تعلیق عضویت حزب فیتس از حزب مردم اروپا موقعیت آن را در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا تضعیف خواهد کرد، اما آقای اوربان بر این باور است که اوضاع به نفع حزب او تغییر خواهد کرد. سخنگوی نخست وزیر مجارستان میگوید همه میدانند که محاسبات سیاسی در اروپا تغییر خواهد یافت. ممکن است این تغییر در راستای وحدت حزب فیتس با احزاب راست افراطی در کشورهایی مانند ایتالیا، لهستان و فرانسه صورت گیرد، روندی که میتواند روابط نیروهای سیاسی در بروکسل را تغییر دهد. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.